کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه با اعلام نتیجه نهایی انتخابات 16 فروردین در این کشور از کشیده شدن انتخابات به دور دوم خبر داد. این کمیسیون اعلام کرد که در دور دوم در مهلت مقرر که 7 خرداد ماه تعیین شده بود برگزار نمی شود و انتخابات به روز 24 خرداد موکول شده است. به گزارش کمیسیون مستقل انتخابات در دور نخست عبدالله عبدالله با کسب 45% و اشرف غنی احمدزی با به دست آوردن 31.6% آرا به ترتیب مقام‌های اول و دوم را به دست آورده و به دور دوم انتخابات راه یافتند. یوسف نورستانی رئیس ستاد مستقل انتخابات افغانستان همچنین تصریح کرد که بزرگترین چالش برای برگزاری دور دوم انتخابات مسئله برقراری امنیت و انتقال صندوق‌های آرا به ولایت‌هاست. آقای غنی پس از اعلام نتیجه دور نخست انتخابات در جمع خبرنگاران گفت که این نتیجه را نمی‌پذیرد زیرا روند برگزاری دور نخست با مشکلات جدی روبرو بوده است.